این حاضر نشدن مردم در پای صندوق‌های رأی‌گیری به خصوص در 4 استان خیلی پررنگ بوده: کردستان، گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و البرز. کمی درباره این موضوع بیشتر به ما بگید. بله، کم و بیش یعنی در نهایت متفاوت از دوره‌های قبل نیست در ذات خودش این نتیجه، درسته که در سطحش متفاوته. در استان‌هایی که در مناطقی که مخالفت با جمهوری اسلامی شدیدتره و مخالفت سازماندهی شده جدیتری وجود داره، مشارکت یا پایین‌تره یا اگر قرار بشه مشارکت بالا بره، کاندیدایی که بیشترین فاصله رو یا جناح سیاسی که منتقد ترینه بیشترین رأی رو میاره. این بار که مشارکت پایین بود، خب در این استان‌ها پایین ترین، در واقع کمترین مشارکت رو داشتیم. درباره کردستان که خب خیلی مشخصه، به هر حال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، کردستان به عنوان قلب تپنده این جنبش معلوم بود که تکلیفش رو با جمهوری اسلامی مشخص کرده و این رو هم باید بگیم که تکلیف کردستان با جمهوری اسلامی همچنان مشخص بود، ولی رویه رو هم عوض کردن و خب سازماندهی سیاسی وجود داره به واسطه احزاب که دعوت به واسطه احزاب و جامعه مدنی که دعوت به تحریم کردن و این دعوت پاسخ گرفت. در سیستان و بلوچستان خب به واسطه تبعیضی فراتر از جاهای دیگه کشور این اتفاق افتاد. در گیلان مثلا فاصله سبک زندگی مردم، باورهای در واقع نظام ارزشی مردم از جمهوری اسلامی بیشترین این رو مثلا در اون پیمایش جامعه دینداری و دین نداری مردم میشه دید که گیلان اونجا همیشه جز در صدره. و خب تهران هم به عنوان جایی که بیشترین مخالفت سیاسی رو با نظام حاکم همیشه داشته، طبیعیه که کمترین مشارکت رو داشته باشه. به نظر میرسه که با چیزی جدا از آنچه که در روند کلی انتخابات، دوره‌های قبلی انتخابات در جمهوری اسلامی مواجه بودیم، چیزی جدا از اون نیست، فقط خب شدتش بسیار بیشتر شده و شکلش رو هم در عدم مشارکت نشون داده به نظر. حالا توی دور اول با این همه تبلیغات و درخواستی که مقامات جمهوری اسلامی از مردم داشتن برای مشارکت، دیدیم که با توجه حتی به آمار رسمی 60% مردم در این انتخاب شرکت نکردن. پیش بینیتون از دور دوم چیه؟ فارغ از نتیجه، نرخ مشارکت در دور دوم رو چطور میشه پیش بینی کرد به نظرتون؟ من فکر میکنم که نرخ مشارکت در دور دوم اندکی احتمالاً بالاتر بره، به واسطه اینکه در واقع اون استراتژی هواداران کاندیدای دوم خردادی، کاندیدای در واقع جبهه به اصطلاح اصلاحات، پزشکیان، که منطق تبلیغاتیشون، منطق اینکه مردم رو پای صندوق رای بکشونن و برای کاندیداشون رای بخرن، همیشه این بوده که در سالهای اخیر این بوده که اگر طرف مقابل ببره اوضاع بدتر میشه. خب الان طرف مقابل دیگه یک خیلی، طرف مقابل در واقع تجسمش در جلیلیه که به هر حال یک در واقع مصداق تمام آن چیز هست که تمام آن چیزیه که مردم نمیخوان، در واقع تجسم هر چیزیه که مردم ازش نفرت دارن و نمیخوان بهش رای بدن، یک اکثریتی در ایران. و خب اصلاح طلبان این رو بازی خواهند کرد، این کارت رو بازی خواهند کرد. حالا دیگه قالیباف و جلیلی و نمیدونم پور محمدی اونجا نیستن، یک شخص اونجاست که میتونن خیلی بیشتر بهش حمله بکنن و به این واسطه خواهند توانست بخش دیگری از اون 60% رو راضی بکنن که از ترس جلیلی پای صندوق برن برای پزشکیان. من نمیتونم تصور کنم که این درصد خیلی بیشتر باشه. اون بر رو هم باید دید، ممکنه بخشی از طرفداران قالیباف مثلا قهر بکنن با صندوق و پای صندوق نرن. فکر نمی کنم اختلاف جدی مشارکت در دور دوم داشته باشه با دور اول، به خصوص که فرصت نسبتا کمیه. این که اصلا انتخابات دور دوم فقط یک هفته بعد از انتخابات دور اول برگزار میشه، خودش هم یه مقدار نشون میده که چقدر سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی، درک این سیستم از انتخابات چه درک خنده‌داریه که فقط ظرف یک هفته میخواد چنین انتخاباتی برگزار بکنه و اصلا فرصت، در واقع اون فرصت بحث جدی درباره انتخابات رو نمیده. اصلا انتخاباتی که ظرف یک هفته قرار برگزار بشه، به نظر من خودش نشون میده که انتخابات چندان چیز جدی هم نیست. یه چیز خیلی مهمم که باید دید اینه که با مشارکت فقط 40% باز هم اون جناح وفادارتر، اون جناح تندروتر، اون جناح جمهوری اسلامی تر جمهوری اسلامی موفق نشد حتی کاندیداش رو نفر اول بکنه. یعنی باید احتمالاً اونجا حتی متاسفانه دسترسی به آمار در جمهوری اسلامی وجود نداره. متاسفانه روحانیت شیعه اساساً با چیزی به اسم آمار سر جنگ داره، ولی احتمالاً حتی ترکیب کسانی که در انتخابات شرکت کردند هم به هم ریخته. احتمالاً بخشی از وفاداران به نظام هم در این انتخابات شرکت نکردند و بخش دیگری از کسانی که
منتقد هستند رفتن پای صندوق و به جلیلی رای دادن، به پزشکیان رای دادن. به این واسطه است که با وجود شرکت 40% در انتخابات، کاندیدای جناح داخل گیومه و با کمی اغماز منتقدتر، صرف نظر از اینکه هیچ کدوم از این انتخابات رو نخواهد توانست عملا کاری براشون بکنه، او هست که انتخابات رو با البته اختلاف خیلی کم برد. این تحول جالبیه که متفاوت میکنه این دوره از انتخابات رو با دوره‌های قبل. متشکرم از توضیحات شما. امید رضایی، روزنامه‌نگار، برلین.